رابطه ما با زمان پیچیدگی عجیب و غریبی داره تنها زمانی که حقیقت محض است و ما اصلا حواسمون بهش نیست زمان حال زمان اکنون هست و دو تا زمانی که به هیچ دردی نمیخوره ولی ما کلا تو اون دو تا زمان زندگی میکنیم یکیش گذشته هست و یکیش آینده هست ما در مورد گذشته سرشار هستیم از حسرت ناراحتی دلخوری قصه و در مورد آینده سرشار هستیم از بیم و امید و ترس و نگرانی و استراب و آخر. تا زمانی که نتونیم از ترسی که در مورد آینده داریم رها بشیم امکان نداره بتونیم حال و اکنون رو جذاب و لذت بخش زندگی کنیم و اگر نتونیم اکنون رو لذت بخش زندگی کنیم عملا زندگی نمی کنیم دوستان جان ما تا زمانی که نتونیم بر ترسی که نسبت به آینده داریم غلبه بکنیم زندگی نمی کنیم در این ویدیو میخوام پنج توصیه رو خدمتون تقدیم بکنم که بتونید بر ترس از آینده غلبه بکنید تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حال همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پل بالاتر هست من در کانال یک پل بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید کناش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر کنم یوتیوب شما دوست خوب من را هم باخبر بکنه صحبت از این بکنیم که ترس از آینده چی هست از کجا میاد و چطور باید بر این ترس غلبه بکنیم منتها طبق معمول همیشه در کامنت ها برام بنویسید که چقدر حراس یا ترس یا بیم آینده رو دارید و تدبیر خودتون برای این داستان چی هست قبل از اینکه بریم در مورد پنج توصیه من هم من بگم و شما بشنوید بگم که یک کانال تلگرامی استارت زدیم به اسم آکادمی یک پله بالاتر بسیار مورد لطف و توجه دوستان قرار گرفته در اون کانال در حوزه آگاهی مفصل صحبت می‌کنیم حتما از لینک اول دیسکریپشن برید و و کانال تلگرامی بشید یه تشکر ویژم بکنم دوستانی که خیلی ابراز محبت کردن تا به اینجا مخصوصا در مورد 20 توصیه من به جوانان ببخشید 5 توصیه من به 20 ساله های امروز اون ویدیو ترکوند مطمئنم این ویدیو هم تاثیرات خوبی خواهد داشت خب من 5 توصیه رو آماده کردم که در مورد آینده هراسی میتونه خیال شما رو از این درد خورنده و کشنده تا حدود زیادی راحت بکنه توصیه شماره یک این هست 95 درصد آنچه که شما نگران هستید مطلقا و مطلقا به وگو نخواهد پیوست پس نگران نباشید خب بیا در مورد اینکه نگران نباشیم کمی صحبت بکنیم ولی حقیقت جذابی هست این همه در مورد آینده فکر میکنید ولی 95 درصدش امکان نداره به وقوع بپیونده یه استدلال خیلی تر و تمیز و ساده هم دارم به گذشته 10 سالتون برگردید به گذشته 15 ساله 20 ساله برگردید چه جوری نسبت به امروزتون فکر میکردید شما الان در یک سنی هستید 5 سال قبل ده سال قبل به این سن و سالتون چه جوری نگاه میکردید چیا در موردش فکر میکردید نگران چیا بودید هیچ کدوم از اونها رخ نداده و به عوضش چیزهای دیگری رخ داده که شما یا کنترل داشتین روش یا کنترل نداشتین روش پس الان هم 95 درصد چیزهایی که شما بهش فکر میکنید در اون آینده که شما نگرانش هستید اصلا رخ نخواهد داد نگران از دست دادن عزیزی هستید در دست شما نیست به این راحتی ها نیست رخ نخواهد داد نگران این هستید که وارد مسیری بشید به نتیجه نرسید رخ نخواهد داد کارتون رو بکنید مسیرتون رو برید خلاص 95 درصد هر چیزی که شما نسبت به آینده فکر کنید، رخ نخواهد داد توصیه شماره دوم این هست خیلی توصیه مهمی هست میتونه شما رو رها بکنه اینقدر اتش رسیدن نداشته باشید آینده شدن هست رسیدن نیست ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم همش به فکر این هستیم که یه چیزی به دست بیاریم یه چیزی بسازیم یه چیزی رو تیک بزنیم در یه موضوعی اوکی بشیم و الی آخر خب آیا این غلط هست نه این غلط نیست ولی بدانید که اینها دارن از کجا میان بخش بزرگی از آتش شما در مورد آینده به واسطه یه انتشار زندگی های کاملا فکر روی اینستاگرام یا بقیه سوشال میدیا هست یعنی چی شما نگاه میکنید می‌بینید که یک دوستی یه ماشین آنچنانی داره سوار میشه شما می‌خواید در آینده شما هم اون ماشین رو داشته باشید خداگاهتون میگه کسی این شدنی نیست که این مسیر کسی تو رو نمیرسونه به اون ماشین که پس آینده که نمیخواد اون ماشین رو به من بده میشه آینده بد یعنی اینکه من اتش رسیدن دارم من اتش به آوردن دارم چون از الان هم میدونم بهش نمیرسم آینده میشه یک آینده بد بذار یه توصیه به شما بکنم به دست آوردن انقدر هم چیز مهمی نیست مهم تبدیل شدن به اون آدمی هست که باید بهش تبدیل بشید دوستان جان آمدن و ماندن و رفتن ما اتفاقی نیست ما یه داستانهایی رو طی کردیم که آمدیم در فضا زمان یه اتفاقهایی رو اینجا باید رقم بزنیم به یک آدمی اینجا باید تبدیل بشیم و بعد کالبد فیزیکی رو ترک بکنیم در چنل آکادمی یک بالاتر خیلی در این موضوعات صحبت میکنم حتما برید و لینک دیسکریپشن رو کلیک بکنید وقتی که اون شدنه رخ نده من هر چقدر هم به دست بیارم انگار درجا زدم پس انقدر آتش داشتن و به دست آوردن نداشته باشید یک رهایی از آینده شما را در مسیر یک شدن درست قرار میده و اون موقع است که آینده ای که امروز فکر میکنیم لذت بخش میشه موضوع شماره 3 که فوق مهم هست اینه شما انقدرها هم که فکر میکنید نسبت به آدمهای های دور و آینده اونها مسئول نیستید دوستانی که پدر و مادر هستید دوستانی که فرزند هستید و پدر و مادرتون در حال پا سن گذاشتن هستند دوستانی که فکر میکنید نسبت به آدمهای دیگر عجیب مسئول هستید و شما باید آینده اونها رو بسازید شما با این تفکر نه تنها نمیتونید آینده ای برای کسی بسازید برای اصلا دست شما نیست فکر این یه توهم هست که دست شما هست بلکه اکنون خودتون و آینده خودتون رو هم به فنا میدید قابل توجه دوستانی که پدر یا مادر هستند چرا اینقدر جلز و ولز آینده فرزندتون رو میکنید؟ مگه فرزندتون خودش اون شعور و اون آگاهی رو نداره قطعا داره شما الان وضعیت فیزیکیش رو میبینید که سه سالشه، پنج سالشه، ده سالشه ولی از منظر آگاهی به اندازه کافی آگاهی دارد و می در مسیر آگاهی باشد شما مسئولیت هایی در قبال فرزندتون دارید اما نه به اون اندازه که شما فکر می کنید خونش فلان باشه ماشینش ال باشه تحصیلاتش بل باشه مهاجرتش فلان باشه زن و بچهش نه نه اینها باعث میشن شما ترس از یک آینده موهوم داشته باشید نسبت به موجودی که انقدرها هم در قبالش مسئول نیستید خیلی دقت کنید و پذیرش این جمله در یافتن این آگاهی اصلا به این راحتی ها نیست ولی بهش فکر بکنید اجازه بدید فرزندتون مسیرش رو طی بکنه مطمئن باشید هم اون به جاهای خوب میرسه هم شما در این لحظه لذت خواهید برد نکته شماره چهار حال خوب اکنون هست که یک آینده خوب رو میسازه ما داریم چیکار میکنیم ما اکنون رو فدای ترسیدن از آینده میکنیم فدای اضطراب و دلهوره و واهمه آینده میکنیم اکنون پر تمام شد یه آینده هم که قرار بود به واسطه اکنون درست درمون ساخته بشه از بین رفت یعنی ما دو سر باخت بازنده مطلق هستیم الان رو از دست دادیم در ترس آینده و الانی که میتونست آینده رو بسازه هم پرید و رفت دوستان جان حواستتون باشه تنها حقیقت زیستنی این جهان لحظه اکنون هست لحظه اکنون هست در آکادمی یک بل بالاتر وارد یک دوره ای خواهیم شد به نام آگاهی به اکنون که فقط هم از طریق چنل تلگرام اطلاع رسانی میشه حتما برید و عضوش بشید این لحظه رو بچسبید آینده میاد کما اینکه دو سال پیش پنج سال پیش ده سال پیش که اون لحظه رو نچسبیدید و نگران این آینده بودید که امروز هست چی شد به کجا رسید چی به دست آوردید مگر نه اینکه اون اون لحظه اکنون رو به فنا دادید برای الان اصلا چه میزان از فکر هاتون عملی شد چه میزان از نگرانی هاتون تیک خورد حتی چه میزان از برنامه هاتون عملی شد اکنون رو زندگی کنید برید جلو با هدف با برنامه بدون ترس بدون واهمه بدون استراب بذارید زندگی چرخه و جریان کارش رو بکنه و مورد پنجم که همین در امتداد عرض قبلی هست اینه که آقا رها باشید رها باشید بذارید هر اتفاقی قرار بیفته بیفته الان که شما قاط بزنید آقا یعنی چی چه جوری بذارم هر اتفاقی قرار بیفته بیفته کنترلی ندارید روی بسیاری از اتفاقهای این زندگی شما کنترلی ندارید چاره ای جز رها بودن ندارید رها بودن اکنون شما رو معنادار میکنه برید در کانال تلگرام مفصلن فایل های صوتی و پادکست در این موضوع دارم برید گوش کنید رهایی اکنون شما رو معنادارتر میکنه و اکنون یک آینده بهتر می سازه اکنون پروپیمان آینده بهتر می سازه وقتی که شما در ترس از آینده به سر میبرید همش تو دو تا تا چهار تاید، این چی میشه اون چی میشه اینو چیکار میکنم اونو چیکار میکنم این میمیره یا میمونه تصادف میشه دوز میاد و و شما قفل کردید روح و ذهن رو قفل کردید و انتظار دارید که اون اتفاق نیفته و شما هم الان زندگیتون رو بکنید شدنی نیست رها باشید و اجازه بدید که جریان جریان بدیل زیستن کار خودش رو انجام بده خب دوستان یه مروری داشته باشیم قبل از مرور یک بار دیگر هم شما رو دعوت میکنم که به عضویت چنل اکادمی یک بالاتر در تلگرام در بیاد که لینکش در دیسکریپشن هست پنج توصیه برای رهایی از آینده حراسی 95 درصد نگرانی های شما تیک نمیخوره ولش کنید نگرانش نباشید اینقدر آتش رسیدن نداشته باشید که آینده رو سیاه بکنه شما باید آتش بودن و شدن داشته باشید این خیلی شدنیه خیلی قشنگ است ولی این همه رسیدن و به دست آوردن ممکنه شدنی نباشه دوستان جان شما اینقدر هم که فکر میکنید مسئول این و اون نیستید مسئول آینده این و اون نیستید بذارید اونها هم مسیر تکامل خودشون رو طی بکنن و به سوی کمال خودشون حرکت بکنن آینده رو هم در آغوش بکشند رها کنید رها باشید حال خوب این لحظه شماست که آینده رو میسازه پس این لحظه رو به پای یک آینده ندید و ترس از آینده رو نیارید تیلیت کنید تو این لحظه گند بزنید به کام خودتون و در نهایت هم تسلیم باشید رها باشید اجازه بدید اتفاقها اگر قرار بیفته بیفته چه مثبت چه منفی که این رهایی همه اتفاقها رو به نفع شما رقم خواهد زد خب ممنون تا اینجا همراه بودید اینجا پایان این ویدیو هست خیلی خوشحال هستم که این موضوع جذاب رو هم با هم به اشتراک گذاشتیم قابل توجه اون دسته از دوستانی که سابسکرایب نکردن چرا یه دکمه سابسکرایب بزنید که نشون دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم با خبر بکنه اینجا قرار هست که یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر از این کانال پیشنهاد بده یک رو انتخاب کنید و مسیرتون رو با من ادامه بدید منتظر نقطه نظراتتون هستم در پناه نور عشق و آگاهی باشید در پناه حق بدرود خدا نگهدار